به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدین و بامداد خوش روز سه شنبه، سرحال و خوشحال از خواب بیدار شده باشین و پر انرژی. شاید نوشیدن یک پیاله چای یا یک پیاله قهوه شما را سرحال تر کنه، خصوصا که جزئی از عادتهای روزانه هر کدام ما و شما هست. پس برین یک گلاس چای هلدار شیرین نوشه جان کنین یا قهوه تلخ یا قهوه شیرین، خلاصه باب ذائقه خودتان هر کدامش که هست. صبح شروع میکنیم با شما یک جا تا دو ساعت آینده هستیم با شما. من مریم خرمی با همکارم نادیا جان. سلام نادیا، صبحت بخیر. سلام مریم جان، صبح خودت بخیر. سلام به تمام شما بینندگان عزیز، با امید از اینکه روز شنبه خوش را آغاز کرده باشین و تا پایان برنامه ما را همراهی کنین. و امروز هم مثل روزهای قبل ما و مریم جان در خدمتتان هستیم و موضوعات مختلف را در برنامه انتخاب کردیم که شما میتونین همچنان تماس داشته باشین و موضوعات برنامه را براتون بعداً میگیم. نادیا، هر روز یه رقم یک نور دگه میکشی. نه ایجا مرا میگه نور میکشی، باز در پشت مرا میگه بچهش سیا لاغر شدی. نه راستی، خب راستی نور کشیدی، هر روز مه که میبینم. خب گل از گل رنگ میگیره و من خود در پالی خودت شیشتیم و هر روز خودت که نور پر میبینم و من نوردار میشم. خب بریم به طرف خبرهای امروز. آمار مرگ و میر کرونا که خب هر دقیقه جدید شده میره و سازمان بهداشت جهانی گفته که آمار مرگ و میر واقعی کرونا بین 6 تا 8 میلیون نفر هست در کل دنیا. و باید بگیم که خب یک خبر جالب و امیدوار کننده هم خواندیم که پاکستان، کشور همسایه ما، با کمک کشور چین واکسن کرونا ساخته. در رسانه‌های پاکستانی خبر جدیدی نشر شد در رابطه با اینکه خب وزارت بهداشتشان هم این موضوع را تایید کردن که با پیشرفت‌های ویروس کرونا در پاکستان هم واکسن کرونا ساخته کشور پاکستان، که البته مواد خام ای واکسین توسط شرکت داروسازی کنساینو از کشور چین در دسترس پاکستان قرار گرفته شده و در روند تولید ای واکسین هم همکاری عمیقی داشته کشور چین با پاکستان، که 124 هزار دوز از ای واکسین تولید شده و در صورتی که تایید شود از طرف اداره نظارت بر داروهای پاکستان در هفته آینده و آخرهای ماه می قابل استفاده خواهد بود واکسن کرونا ساخت پاکستان. خب خدا کنه که این واکسن هم که ساخته شده بتونه که تا حد بتونه مشکلات مردم را رفع بسازه. و همچنان چون مریم جان امروز شاید از هستیم که ویروس کرونا نوع جایش یافتهش نوهای انگلیسی و بریتانیایی و ایندیش همچنان برامده که خطرناکتر از دمی دور که گذشته است، که یک خبره که وزارت صحت عامه افغانستان نشر کرده دیروز از ثبت 317 مورد نوع جایش یافته ویروس کرونا، یعنی نوع انگلیسیش است، خبر می دهد. و این در 18 ولایت ثبت شده که بیشترین وقات نو جایش یافته ویروس کرونا که نو انگلیسیش است در ولایت نگرهار می باشد. و این نو جایش یافته شم که است، سخنگوی وزارت صحت آمد در یکی از سخنرانیش برای بی بی سی گفته که اولین در اول ماه اپریل این نو جایش یافتهش که نو انگلیسی است در ولایت نگرهار ثبت شده. و ولایت نگرهار یکی از ولایتایی است که هم مرز می باشد با کشور ما، کشور دوست پاکستان. و نخستین مورد نو انگلیسی کرونا در ولایت نگرهار گفته ثبت شده و چند ولایت دیگر هم این شناسایی شده. و این وزارت میگه که احتمال موارد نو جایش یافته انگلیسی ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان وجود داره، که باید حفظ مراقبت واقعا جدی بگیریم و همون نکات سیره در نظر بگیریم تا که از این نوش تا حد بتانیم جلوگیری کنیم. بله. و در ژاپن هم برنامه واکسیناسیون به طور وسیع در توکیو اوزاکا شروع شده. و خب چی بهتر از این که مردم هر چه زودتر، تعداد زیادی از مردم، یعنی خب خلاصه ای که کل مردم بتونن واکسین شوند در کل دنیا، تا بتونیم که شرایط روزای قبل کرونا را تجربه کنیم دوباره. خب مریم جانم، کشور هندوستان هم یکی از کشورهایی است که بیشتر و بیشتر به واکسینا ضرورت دارند و همون واکسینایی که برشان میرسه باید زودتر تطبیقش کنند، چرا که به گفته وزارت بهداشت هند شماره مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور به 300 هزار
نفر رسیده و 300,000 نفر هم گذشته، یعنی زیادتر از آمارش، و تنها در کمتر از یک ماه 100,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و در هند جان باختند. و این کشور در حالی که میکوشد از ازدیاد مبتلایان ویروس کرونا مبارزه کند، بیمارستان های از یا کس دیگه جای نداره به خاطر کسایی که به ویروس کرونا مبتلا شدند، و واقعا یکی از کمبودی های جدی در این بخش امی کشور هندستان داره که یکی به کمبود جای مبتلا هستند و همچنان کمبود تجهیزات که از جمله اکسیژن است و داروهایی است که اینا رو به مشکلات زیادتر روبرو ساخته، و متخصصان هشدار میدهد که ممکن است تعداد واقعات و تلفات را بیشتر و بیشتر داشته باشند، چرا که بسیاری از این مرگ و میری که به صورت رسمی و غیر رسمی هنوز تا به حال یعنی آمارش هم دقیق معلوم نیست، فقط یا تخمین زدن از 300,000 نفر هم گذشته، و کسایی هم که در شفاخانه هستند سر طبیبا میگویند که آمار از یوم کده بلندتر است و اکسیژن هم نیست، دوام نیست، و کشورهای هم که تا به حال کمک کرده ندانسته که تا حد مشکلات از اینا را رفع بسازه. بله، و در مورد افغانستان هم خب کرونا هر روز آمارش در حال افزایش هست، خصوصا این شرایط بعد از اید، یعنی آمار بعد از اید هر روز در حال افزایش است، با این که خب قبل از اید گفته شد که باید قرنطین شود دوباره و شورای وزیران این موضوع را همون زمان رد کردن، اما فعلا در حال افزایش هر روز کرونا هستیم در افغانستان. و حکومت چین هم وعده کرده که به زودی با افغانستان 700 با افغانستان 700,000 دوز واکسین کرونا را کمک میکنه که سفارت افغانستان با چین در انتقال این محموله کمکی به افغانستان کمک میکنن که هرچه زودتر این محموله برسه، محموله کمکی چین به افغانستان که 700,000 دوز هست. خب مریم جان، دیروز خبر را که ما خودتام خواندیم همین بود که بعضی کشورهای دیگه تا دوز سوم واکسین ویروس کرونا را گرفتن، و ان شاءالله که در این عرصه در افغانستان و در کشورهای دیگه یک توجه صورت بگیره که بتونه امی دوز سومشان بیه تا که مردم زیادتر از پیشگیری کنن از شیوع ویروس کرونا. و همچنان مریم جان، چند وقت پیش ما شاهد ازی بودیم که هموطنای هندو یا سیک ما که در افغانستان زندگی میکردن نسبت به بعض مشکلات و نسبت به مو انتحار و انفجار که در خود افغانستان رخ داد، اینا از افغانستان بیرون شدند. و یک خبر جدید که از 40 تن از شهروندان هندو و سک که 9 ماه پیش کشور را ترک کرده بودند دوباره به کشور برگشتند، و این شهروندان میگویند که اگر حکومت به آنان سرپناه و به فرزندانشان مکتب را فراهم بسازند همینجا خواهد ماندند. و در ماه اسد سال گذشته هجری خورشیدی 200 تن از شهروندان هندو و سک که از آنچه که در تهدید و تبعیض زیادتر اینا به سر می بردن خودشان می گفتن و به هند دوباره پناه بردن، و اید ساتن به شمول 22 خانواده می شدن که 4 ماه پیش از ترک کشور در حمله ای که بر عبادتگاهشان که در کابل رخ داده بود جانشان از دست دادن، و اینا دوباره به افغانستان برگشتن و از حکومت هم خواهان توجه و کمک هستن و می خواهند که بر فرزندانشان حداقل فراهم شود تا که به مکتبای خود برن و به تحصیل خود ادامه بدن، و همچنان بر خودشان هم یک سرپناهی داشته باشن. بله، و در کنار این موضوع 28مین دور دانشجویان دانشگاه طبی دانشگاه بلخ فارغ شدن، یعنی دوره فراغتشان بود که تبریک میگیم برشان، تصاویرشان در صفحات اجتماعی نشر شد که جای خوشحالی است، خصوصا با موضوع شرایط کرونایی که خب بسیار با محدودیت و تعطیلی دانشگاه همراه بود. فراغت دانشجویان دانشگاه طبی دانشگاه بلخ را برشان تبریک میگیم. ما همچنان تبریک میگم این پیروزی را دیگه براشان. خب یک خبر ورزشی را شریک بسازیم با دوستان. امروز 4 جوزا قرار است که دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال افغانستان و اندونزی پشت درهای بسته برگزار شود که فدراسیون فوتبال افغانستان اعلان کرده که در این دیدار تدارکاتی که قرار است پشت درهای بسته برگزار شود، این مسابقات در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می شود، و به دلیل اهمیت مسائل فنی و تاکتیکی و دو تیم در آستانه شروع رقابت های انتخاباتی جام جهانی و جام ملت های آسیا تصمیم گرفته که این بازی بدون حضور رسانه ها برگزار شود و پخش تلویزیونی هم نخواهد داشت. موفقیت آرزو می کنیم بر تیم افغانستان.
انشالله که پیروز شوند و مریم جان تیم بانوان کانفوی افغانستان هم که خود خود کابل مسابقات را راه‌اندازی کرده بودند که امروز ما در بخش ورزشگاه سخنگوی فدراسیون کانفو کاران را و همچنان دو ورزشکارش را با خود داریم و می‌خواهیم در مورد از این مسابقه از خودشان بیشتر بشنویم. میریم به طرف یک وقفه کوتاه، در ادامه برنامه با بامداد باشیم. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز، ادامه برنامه بامداد خوش است و در بخش ورزشگاه هستیم که آقای ابو سوفیان فائزی سخنگوی فدراسیون کانفو کاران با ما هستند و همچنان سلیمه یوسفی و بانو سرای قادری ورزشکاران هستند که در این مسابقات بازی کردند و همچنان نام خدا و نام مدال هم دارند که امروز در موردشان بیشتر با خودشان آشنایی حاصل میکنیم. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلیمه جان، اول از خودت آغاز میکنیم، میشه مورد عزی بگوییم که چقدر دیر میشه که خودتان به این ورزش رو آوردین و چطور خواستین این ورزش رو انتخاب کنین؟ با نام خدای بزرگ مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما و تمام بیننده‌های عزیز. سلیمه یوسفی هستم، از ولایت غزنی در مسابقات اشتراک کردم. من مدت 6 ماه میشه که کنفو تمرین میکنم و خوشبختانه تونستم مقام اول این مسابقات بگیرم. تبریک باشه براتون. سرای جان، خودتان میشه مورد خودتان کم معلومات بدین بر ما؟ همچنان عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکارای تکنیک و همه تان عزیز ما. صبح هم اگه بخیر انشالله که یک روز خوب شروع کرده باشین. ما از ولایت کابل شروع کرده بودم، خوشبختانه هم مداله طلا را گرفتم. تبریک باشه براتون. آقای فائزی، میشه مورد برگزاری از مسابقات بر ما بگوین چگونه مسابقه بود و چطور خواستین قسم یک مسابقه را اندازی کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بار سلام خدمت شما و بیننده عزیز، صبح همه بخیر. مسابقاتی که برگزار شد مسابقات تیم ملی بانوان بود که در دو کاتگوری سنین جوانان و بزرگسالان برگزار شد. خوشبختانه ما تونستیم چهره‌های برتر 16 تن کسایی که در 8 وزن مسابقه کردند مقام اول و دومی را به عنوان چهره‌های نخبه و برتر سال انتخاب بکنیم که باز ان شاءالله که روی از یا کار صورت بگیره بر سفرهای خارجی. این تیم در مقابل تیم خود کابل بودند دیگه که در مقابل یکی دیگه قرار گرفتند. مسابقات تیم ملی مربوط به کل افغانستان میشه. فدراسیون کنفو در 7 ولایت افغانستان در بخش بانوان فعالیت دارن، عملا باشگاه وجود داره، ولی متاسفانه به دلیل چالش های امنیتی این 7 ولایت اشتراک کردن نتونستن. مال مسابقات با اشتراک ولایت کابل، بلخ و غزنی که 3 ولایت و جمعا با 40 تن اشتراک کننده برگزار کردیم. کی برنده مسابقه شد؟ کدام ولایت؟ برنده از نگاه تیمی خوب دوستان هستند، قهرمان ها از هر ولایت مقام اول، دوم، سوم و دست بیارن. غزنی، ولایت غزنی مقام اول از نگاه تیمی، ولایت بلخ مقام دوم و ولایت کابل مقام سوم. بسیار خوب. از سطح برگزاری مسابقات بر ما بگوین چگونه برگزار شد و چقدر بیننده داشت و کیها در حضور داشتن در این مسابقه؟ مسابقات با حضور حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس عمومی تربیت بدنی و اعضای رهبری تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افتتاح شد و طبق پلان ریاست عمومی تربیت بدنی و فدراسیون ملی کنفو به مدت 2 روز ادامه داشت و در کل از نگاه سطح که بالاترین سطح در یک کشور سطح مسابقات تیم ملی می باشه و از نگاه کمیت 40 نفر. بسیار عالی. سلیمه جان، چقدر دیر خود تمرین کردی تا که تانستی که برنده مسابقه شدی و همچنان مدال به دست بیاری؟ ما در کل مدت 6 ماه میشه کنفو حرفه‌ای شروع کردیم و در ولایت غزنی تمرین میکردم. نگه خوشبختانه تانستم که با شکست دادن سه حرف مقام اول بگیرم. بسیار خوب. سلیمه جان، وقتی یک مسابقه را شما پیش رو می داشته باشین، تمریناتتون از حالت روزمره ای که مثل همیشه است شاید فرق کنه، زیادتر تمرین کنین، مدت چند ساعت تمرین میکنین و پیش کی ها تمرین میکنین تا که برنده مسابقات میشین؟ 100% وقتی مسابقه پیش رو داشته باشیم تمرینات ما زیاد میشه، ساعت تمرینات ما فرق میکنه. مثلا قبلا که در روزانه 1.5 ساعت یا 1 ساعت تمرین میکردیم، در نزدیک مسابقات میشه تا 2 ساعت 3 ساعت را ما تمرین میکردیم. بعدش ما در پیش استاد فدا محمد نور که رئیس فدراسیون ولایت غزنی است، ما پیش اونا تمرین داشتیم و خوشبختانه تانستم حداقل دستاورد را داشته باشم برای دوره. بسیار عالی. سرای جان، خودتان میشه بر ما بگوین نزدیکی ها تمرین کردین؟ ما مادی جان حدود 7 ماه میشه در کلاب اکادمی حمزه زیر نظر ماوین صاحب محمد هاشم کریمی
تمرین میکنین. رضایت فامیل چگونه است سرایر جان؟ رضایت فامیل کلا مشکل نداره، خوش هستن دیگه. بعد از اینکه مسابقه رو برنده شدین استقبال کردن نکردن؟ 100 درصد چرا که نه. بسیار خوب، من بسیار خوشحال میشم این فامیل که دختران خان و قسم بانوان شجاع را حمایت میکنن، چون واقعا دخترای کشور ما با استعداد هستن و به حمایت فامیلشون از هر کس بیشتر ضرورت دارن. خب آقای فایزی میشه در مورد ازی بگوین سطح یعنی امی بانوان چقدر علاقه مندی نشان میتن به این ورزش و در این 7 ولایت که شما کار میکنین به چه تعداد دختران و بانوان میاین در اینجا تمرین میکنن و چقدر شاگرد دارن این کلاب؟ خب متاسفانه از نگاه سطح اشتراک با آقایان اصلا بانوان قابل مقایسه نیست در هیچ پروسه. متاسفانه این ناشی از سنت حاکم در افغانستان است. باز در محلات چالش ها بیشتر است نسبت به کابل. فدراسیون کنگفو بیشتر از 30 ولایت نمایندگی داره و عملا فعالیت داره در بخش آقایان، ولی متاسفانه تنها ما در 7 ولایت کلاب های فعال بانوان داریم که جو حاکم مساعد است که اینا بتونن تمرین بکنن و بیشترین اشتراک کننده هم از تیم کابل است، ولی نسبت به گذشته خیلی خوب است اشتراکشان و سطح اشتراکشان در برنامه های ورزشی و امیدوار کننده است و ما هم کوشش میکنیم چی توانی که فدراسیون داره، امکاناتی که داره در قسمت بانوان بیشتر در دسترس از یا قرار بدیم و فرصت مهیا بسازیم که اینا بتونن اشتراک بکنن. و یک بحث دیگه، بحث فامیلی و خانوادگی است که ما تقاضای ما این است که دخترها را بیشتر حمایت بکنن، شامل پروسه ها بخصوص در بخش ورزش شوند. خب آقای فایزی از امکانات بر ما کم بگوین، وقت در قسم مسابقات چین مسابقات بر شما راه اندازی میشه، آیا امکانات آمه است یا خیر؟ مسابقات تیم ملی چی در بخش بانوان چی در بخش آقایان که وقتی برگزار میشه از نگاه جای بودوباش و نان و چند وقتی که غذایی که اینا میباشن و کرایهشان اجنا مشکلی نیست، ریاست تربیت بدنی در این قسمت تخصیص داره و با تمام فدراسیون ها میپردازه و کسایی که میتونن عضویت تیم ملی رو دست بیارن، اصری تیم ملی که مستحق هستن شاملشان میشه که برشان میرسه و سفرهای بیرونی هست و بعضی امتیازاتی هست که در نهاد ورزشی کشور موجود است که از اون مستفید میشن. بسیار عالی. سلیمه جان در این ورزشی که خودت انجام میدی چی چیز بسیار زیاد مهم میباشه که باید یک ورزشکار یاد داشته باشه؟ در کل ورزش چیز را که نیاز را قدرت است و توان فیزیکی یک شخص است. باید ما تلاش بکنیم که توان خود یا قدرت فیزیکی خود بالا ببریم، چنان سرعت داشته باشیم در کار خود، دقت بیشتر داشته باشیم تا بتانیم یک ورزشکار حرفی باشیم. حرفی باشیم. سرایر جان اولین مسابقه بود که خودت اشتراک کردی یا انشالله پلانای بعدیتون چی است؟ انشالله ما که حالا عضو تیم ملی شدیم ما از المپیک ملی افغانستان ما انتظار داریم که ما بیشتر حمایت ما کنه که تا بتانیم در هر چی بیشتر در مسابقات بعدی اشتراک داشته باشیم. بسیار عالی. آقای فایزی کدام مسابقه دیگر هم در پیش رو است؟ آیا تصمیم دارین که این قسم جوانای ما را که استعداد دارن و مدال به دست میارن به کشورهای خارجی هم روان کنین به خاطر مسابقه؟ دقیقاً ما حدوداً اول ماه سرطان مسابقات آقایان انتخابی تیم ملی را داریم که تیم آقایان هم بتانیم انتخاب بکنین در ترکیب تیم بانوان و سفرهای بیرونی که ما حدوداً 4 دعوتنامه خارجی داریم. انتظارش میکشیم که اوضاع جهان یک اندازه خوب شود، مسابقات برگزار شود. 100% بانوان یک بخش بزرگ فدراسیون کنگفو در ترکیب تیم آقایان و مسابقات بیرونی اشتراک میداشته باشند که چهره های هستند که از میان از یا در هر وزنی که دعوتنامه میه مستحق کسی که مقام اول به دست آورده مستحق سفر بیرونی میباشه. خب شما وضعیت همین ورزش کنفور در خود افغانستان چگونه مشاهده میکنین؟ از دید شما چگونه از مردم دوست دارن، علاقه مندی نشان میتن به این ورزش یا نسبت به ورزش های دیگه سطحش پایان است و مردم اونقدر علاقه مندی نشان نمیتن؟ تمام ورزش ها جایگاه خود داره، علاقه مند خود داره به اساس همو گرایش علایق و فکری و اینا، ولی ورزش کنفو خوشبختانه یکی از قدیمی ترین فدراسیون ها است و یکی از پردرفتارترین ورزش های رزمی در افغانستان است که ما حدوداً 10,000 بیشتر مبالغ و 10,000 ورزشکار تنها ورزشکار در سراسر افغانستان دیتابیس داریم و یگانه فدراسیونی هستیم که ما بیشتر از 30 ولایت عملا نمایندگی ها داریم و رؤسای ما کار میکنن، فعالیت میکنن و بیشترین اشتراک کننده را در سطح مسابقات تیم ملی داریم. خوشبختانه پذیرش مردم، تشویقشان و فعالیتشان در بخش کنفو خیلی وسعت داره و خوب است.
بسیار خوب، پس میشه در قدم آخران برای ما در مورد پلانای بعدیتان بگوین، چی پلانا رو روی دست داریم برای بانوان و همچنان برای آقایان ورزشکاران که قسمی که هستن. گفتم ما مسابقات تیمی ملی را پیش رو داریم و فدراسیون کنفو این دور یک ابتکار به خرج داده که یک نوید خوب است. مهاجرین در ایران ما یک تیم بسیار زیاد قوی خوب از مهاجرین داریم در ایران، فرصت برشان مساعد ساخته که بتانند در این مسابقات اشتراک بکنن، از نگاه ویزا و جای بود و باش اینا که وام زیوت تیم به دست بیارن سفرهای بیرون یا مستفید شوند، و همچنان در کناری از کورسی مربیگری لیسانس بی است که ما ایره برگزار میکنیم، و بیشتر دیگه انتظار از ایره میداشته باشیم، چون بحث مسابقات بحث بین المللی روابط بیرونی و بستگی به اوضاع جهان داره که مسئله کرونا روکش بکنه و ما بتانیم سفرهای ما را اشتراک داشته باشیم و نتیجه خوب مثبت بعد از بیاریم. خب سلیمه جان، پیامتون در آخر. پیام برای هموطنانم، برای خانوادهایی است که اجازه بدن دخترایشان بین ورزش بکنن، حالا درس بخونن در هر قسمتی که اونا استعدادش دارن، تواناییش دارن، تشویقشان بکنن، هیچ وقت مانی دخترانشان نشن. بسیار تشکر سلیمه جان. پیام شما؟ پیام مثل سلیمه جان است، از خانواده تقاضای مهربیست که دختر خانم ما را سخت نگیرن برشان. درس باشد، هر چی باشد، ورزش باشد، برشان سخت نگیره، بیاین تمرین کنن، درس بخوانن، آزاد باشن، حقشان دادشیم. بسیار زیاد تشکر، خوش آمدین به برنامه. با امید موفقیت بیشترتان. خب دوستای عزیز، میریم به طرف یک وقفه کوتاه، در ادامه برنامه بامداد ادامه داریم. بله، برگشتیم، در ادامه برنامه با شما هستیم. صحبتان بخیر و تشکر از اینکه با برنامه تا این لحظات همراه هستین، و در این بخش برنامه هم استاد فقیر میوند مهمان ما هستند، مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ، و صحبت ما هم امروز در رابطه با یکی از ستاره های پردرخشش افغانستان هست، ستاره‌ای در هفت آسمان هنر. شاید کمی در موردشان بدانین، اما امروز میخوایم بیشتر در موردشان صحبت کنیم. استاد عبدالغفور برشنا استاد هم با ما هستند در این صحبت. خوش آمدین به برنامه، صبح بخیر. قربان شما، صبح شما هر دو بانوی هرجمند بخیر، و صبح کابلی های گرامی ما بخیر. خوش آمدین. خب استاد، صحبت ها را از اینجا شروع میکنیم که چرا استاد عبدالغفور برشنا را به عنوان ستاره در هفت آسمان هنر میخوانن؟ بله، دقیقا در کوچه و پس کوچه ما مریم جان تعداد زیاد از شخصیت ها بوده که روی تاریخ و زندگیشان و برنامه های کاریشان یک بلست خاک گرفته بود. و اگر شما در کتابخانه عامه کابل برین، در اونجا شخصیت هایی را شما پیدا میکنین، امو قسم که استاد اکرم عثمان در رمان خود به نام کوچه ما از شخصیت های کوچه و پس کوچه ما نام گرفته، از کمبودیا و نواقص، از دستاوردها و از غرور و پیکار و توانمندی بزرگای ما، هم بانوهای ارجمند نادیه جان، هم آقایان ارجمند، یکی از او جمله بر حق میتانیم بگویم استاد عبدالغفور برشنا هست. این نه تنها که عرف ما هست، عرف یک بزرگ مرد دیگه هست که زنده هست و استاد رفی نام داره. اونا بر حق میگن که مثل آقای سلجوقی بزرگ، مثل سید جمال الدین افغان بزرگ، برشنای بزرگان باید علامه برشنای بزرگ بگویم. کلمه علامه، ما با اکادمی علوم کار نمیکنم که تخلص بر از اونا بتم و این نام حلمی را برشان بتم، همه چیزی که میدانم ای آقا، آقای برشنای بزرگ از جمله کسایی است که به هفت شهر هنر توانمندی بلند کاری داشتن که در تصاویری که در اینجا هست معلوم میشه. به موسیقی توانمندی داشتن، به رسامی توانمندی داشتن، به شعر شاعری توانمندی داشتن، و با آوازخوانی توانمندی داشتن، و همی رقم اینا یک شخصیت بسیار خوب در کارتون بودن و از جمله کسای اول بودن که کارتون و هنر کارتونی را در افغانستان مروج ساختن. نه تنها که ایست قامت کارایشان بودن، اینا
در ساختمان امارت‌ها اینا هم توانمندی بلند داشتن. اگر شما امروز برین سر بزنین و بخت براتان یاری بکنه به خانهشان که در تیمنی سرک 4 است، شما ببینید که امارت را که 50-60 سال قبل حتی زیادتر ایمار کرده، نقشه کرده، چقدر دیزاین مدرن است که امروز با مشکل میتونین در شهر کابل همچی یک دیزاین پیدا بکنین. اما یک سخن کوتاه از برشنای بزرگ مریم جان، نادیه جان میخواییم براتان یاد بکنم. برشنای بزرگ در سالهای دور چی میگفت؟ میگفت من آرزو دارم برای نسل آینده یک تصویر ساده که حاری از مبالغه رنگ و خط باشه بجا بگذارم. و همی کار کرد و واقعا همی کار کرد. وقتی که مکتب ابتدایه را در مکتب ترقی او زمان امان الله خان به پایان میرسانه که در کدام ولایت درس های ابتدایی میگم براتان مریم جان ما، اینا زادگاه اصلیشان کابل هست، در کابل بزرگ شدن، در کابل تولد شدن، در نزدیک کوچه عاشقان عارفان، نزدیک لیسه عاشقان عارفان، هم جوار و هم نزدیک و یار نزدیک غلام آمد میمنگی بودن در زمانهای گذشته. و همی خاطر است که اینا الهام میگرن از غلام آمد میمنگی و سبک رسامی غلام آمد میمنگی که برحقی میتانه بگویه و میگه خودشام که شاگرد غلام آمد میمنگی است. یعنی زادگاه اصلیش کابل و دوره ابتدایه را در مکتب ترقی خان که اکنون به نام لیسه امانی یاد میشه. بعد از یک مدت زمان از طرف شاه او زمان که غازی امان الله خان است، ای بر تحصیل روان میشه به آلمان، در شهر آمبورگ و در شهر بورمن و در شهر استوتگارت دیجا میره درس میخونه و در رشته هنر درس میخونه. قرار بود که بر رشته طب و طبابت بره، اما در رشته طب و طبابت نرفت و در رشته هنر تحصیل کرد و خوب تحصیل کرد و درست تحصیل کرد و چندین رشته همزمان فراخواند. دقیقا نادیه جان. اما چقدر زیباست وقتی که به آلمان میره، تنها میره، از آلمان که پس میه امرای خود بانوی خدا میاره، شریک زندگی خدا میاره و او خانم به نام خانم مارگریتا نام داره. خانم مارگریتا دیگه از جمله خانمهای آلمانی است و میایه در کابل و در کابل جاگزین میشه و این خانم هرجمن به مو اندازه که شوهرش بر رسامی و خطاطی و اینا توانمندی داره، خودی بیچاره نداره و خودی بیچاره میخواید که بر مکتب افغانستان و خصوص بر کابل در لیسه مستورات که حال به نام لیسه زنایات میشه در اینجا مصروف تدریس میشه و کتابای آلمانی را ترجمه میکنه با کمک و همکاری استاد برشنا و ایستا ایستا رسامی را جا بیتر در این کتابا همی خانم مارگریتا. اما بعض اوقات باز استاد برشنا رسامیش اصلاح میکنه. اما وقتی که نزدیک میشه به جنگ دوم جهانی، تمام خارجی ها از افغانستان مبراین میرن، خانم مارگریتا افغانستان را ترک نمیکنه، در کنار آقای برشنای بزرگ استاده میشه، در کنار مردم و جوانای افغانستان استاده میشه، در کنار بانوهای ارجمند افغانستان استاده میشه و مصروف تدریس و علم و معرفت برای جوانای قد نیم قد او زمان میشه. اما با درد و اندو بگویم که ملاهایی که در او زمان بودن از این خانم خوششان نمی آمد و همیشه گپای نیشدار بر از این خانم می زدن که تو کافر هستی، تو به دین ما وابسته نیستی، چی میکنی، کل خارجی ها رفت، جنگ است و شما برین. اما خانم مارگریتا میمانه در کابل و آیستا آیستا وقتی که رادیو قطع میشه، استاد برشنا راه پیدا میکنه به رادیوی افغانستان. اولین بانوی ارجمند در رادیوی افغانستان با چادریش میخواید بیاره، با چادریش میخواید که آواز بخونه، با چادری خود میخواید که این نطاقی بکنه. از او جمله یکی از خانمات به نام خانم کوثر است که رویشان شاد. اینا مشلدارای هنر و علم و معرفت و دریچه ای را که بر هنر رادیو باز میکنه امی است. خانم نورانی هست. بله استاد، گفتین که استاد عبدالغفور برشنا در موسیقی هم دست بلندی داشتن، معروف ترین پارچه های موسیقیشان کدام ها است؟ یکی از معروف ترین پارچه های موسیقیش که
زمزمه میکنه تا هنوز که هنوز از کونه نشده و چقدر زیبا شعر داره، میگه من لاله آزادم خود رو و خود بوم، در دشت مکان دارم ام فطرت و هوم. ای آهنگ خانم پرستو هم خوانده، خانم انگام هم خوانده، خانم پروین هم خوانده و همین رقم خانم های دیگه هم ای آهنگ خواندن. اما ساخته از ای آهنگ خود استاد برشنا بوده و ای آهنگ بر اولین بار میربین پروین از اونمو اولین استیدیوی رادیوی افغانستان که در پل آرتل است، از همونجا با چادری خود رفته، پیاده رفته و در اونجا ثبت کده این موسیقی را، ببخشید نشر کده، او ها هنوز ثبت موسیقی وجود نداشت، همه چیز لایف بود، مستقیم بود. و خانم میرمان پروین که بر حق اولین خانم بود که آواز خوان، امی آهنگ خوان. نه تنها که ای آهنگ است، آهنگ زیبایی است، آهنگ بسیار زیباست. ما روزومند هستم که بعد از ختم برنامه شما دو بانوی ارجمند سر بزنین ای بانوهای ارجمند را ببینین که با چی مشکل هنر موسیقی و هنر تئاتر و هنر سینما را به افغانستان آوردن و این میتونه مایه افتخار بر شما باشه که امروز شما همچنان در بدترین روزا گردانندگی میکنین. خب آقای میوند، بعد از ختم تحصیلات خود آقای عبدالغفور برشنا اولین کار دولتی خود در رادیو آغاز کرد. آقای برشنا اولین کار خود به رادیو شروع کرد و رادیو را سامان داد، رادیو را قدرت داد. او دیگه رادیو در استودیوی پل باغومی بود و در اینجا کار کرد. برحق است که در او زمان فرهنگ موسیقی اماتور استاد برشنا آغاز که در افغانستان و کسایی که در موسیقی اماتور او زمان سهم خود داشتن زایر وعیدا هست، ساربان گرامی هست و شمار زیاد دیگه دوستا هستند که آغازگر موسیقی اماتور در افغانستان استاد برشنا بود. نه تنها که استاد برشنا در موسیقی توانمندی بلند داشت، مریم جان میخوایم قسمت از سوال شما را جواب بدم با هنر تئاتر. اولین نمایش تئاتری را ای آقا درست کرد به نام ملنگ جان بریا. پس نقشی هم داشتن در تئاتر؟ در تئاتر هم نقش داشتن، چرا سخت علاقمند و دیوانوار علاقمندی داشت مریم جان، نادیا جان به هنر هفتگانه، هزو جمله تئاتر. آیستا آیستا پیدا میکنیم که استاد هرجمند برشنای بزرگ با هنر سینما و فلم برداری سینما هم علاقمندی داشت و ای آنقدر قوی نیست به اندازه تئاتر، اما بسیار قوی است و در پولی ازی که با هنر رسامی و هنر تئاتر و نویسندگی توانمندی بلند داشت، ای تنظم میگفت و کارتون رسم میکرد که اخبار او زمان سراج الاخبار هم داشته های کارتونی استاد برشنا را داشتند. اما چقدر درد دهنده است، برشنا رفت و ما برشنا نداریم، برشنا رفت اما امروز ما برق نداریم. تشکر. قربان شما، قربان شما، زیبا بود. تشکر میکنم از شما. ما باید بزرگای خود، مریم جان، نادیا جان، بزرگای خود و کسایی که مشعلدارای فرهنگ و هنر هستند، در هر سطوح کار میکنن، هزار نقطه افغانستان هستند، ما باید اینا را بیاد داشته باشیم. اما حرف خود خلاصه می سازم با یک جمله بسیار مقبوله که چند وقت پیش آقای اشرف غنی تعداد زیاد از هنرمندان را دید. من می خواهم اون جمله را برای شما بگویم. رئیس جمهور میگه از هنرمندان می خواهم که قیمت جنگ و ارزش صلح را باید تمثیل بکنن. مطلبش تنها تمثیل تئاتر نیست، همه کس باید انعکاس بده که جنگ چی بدبختی ها را بر ما آورده و صلح چی زیبایی ها را بر ما میده که ما تشنیش هستیم در کوچه و پس کوچه خود. امیدوار هستم که هنر هفتگانه افغانستان امو قسم که شکسته و ریخته بوده در طول سالهای گذشته، با این جمله خدا ما میخواهیم ختمش بکنم و مصاحبه ما و شما. فرهنگ و هنرم ای قامت تناور و پربار کشورم، کاین دیشت زهشک و شادی ما جان گرفته است، ایفا و درد و کنون در تنباد سخت این صحرا تناک بذارمت. درود به شما. تشکر استاد، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه.
بعد از وقفه در بخش تکنولوژی با ما همراه باشین. بله، برگشتیم در ادامه برنامه. صبحتان بخیر، با برنامه همراه باشین و میریم با شما یک بسته معلوماتی را میبینیم در مورد بدخشان ولسوالی اشکاشم. اشکاشم که یکی از ولسوالی های پرنفوذ در بدخشان است که در قسمت شرق ولسوالی زیباک موقعیت دارد. اشکاشم با ولسوالی های زیباک، واخان، شغنان و ولسوالی اشکاشم بدخشان تاجیکستان هم مرز بوده و در حدود 500 کیلومتر از مرکز فاصله دارد و دارای 13850 نفوس 45 قریه می باشد. ولسوالی اشکاشم از اقلیم گرم و سرد، ساحه مرکزیان در فصل زمستان بسیار سرد برخوردار است، ولی نواحی اطراف آن در هر دو موسم سرد بوده و بعضی قسمت های آن تا 5 ماه از برف پوشیده می باشد، مانند قریجات گلباخ، سفید سنگ، زوادره، بداربان، شلدره و غیره. مرکز این ولسوالی در حدود 50 کیلومتری مرز مشترک افغانستان و کشور دوست و همزبان تاجیکستان واقع گردیده است. این ولسوالی را دریای آمو که از کوی پربرف پامیر افغانستان سرچشمه گرفته از هم جدا می سازد. بله، خب زیباست واقعا اشکاشم که شب بریم ببینیم از نزدیک. خب مریم جان، اگر کشور ما آرام باشه واقعا جای دیدنی زیاد داره. اگر امنیت باشه آدم میتونه بره ببینه. از کشور خارجی هم که بسیار زیاد مقبول است. با برنامه همراه باشین، برمیگردیم بعد از وقفه در بخش خانواده در مورد این صحبت میکنیم که چگونه یک مادر شاد باشیم. با ما همراه باشین. برگشتیم، با شما هستیم و در بخش خانواده امروز مورد این صحبت میکنیم که چگونه یک مادر شاد باشیم و مهمانمان خانم زهرا تارشی هستند، مسئول یکی از کودکستانهای خصوصی در شهر کابل. بسیار خوش آمدین به برنامه. صبحتان بخیر. صبح شما و صبح همه بینندگان نازنین بخیر. خب خانم تارشی، میخوایم صحبتها را اینطور شروع کنیم که وقتی خیلی از زنان عزیز مادر میشن، باز دیگه خودشان یادشان میرن. بله. فکر میکنن که دیگه ضرورت نیست شاد باشن، خوشحال باشن، یا ای که خب کل اولویت میگن اولاد ماست و بله می خاطر خودشان یادشان میرن. میشه اتو بگوین که خب یک مادر شاد کی است و چگونه است؟ دقیقا، اول باید این را بپذیریم که واقعا روح یک خانه مادر است. اگر حال دل یک مادر خوب باشه، حال او زندگی خوب است. اگر یک مادر شاد باشه، خوشحال باشه، انرژی مثبت، نشاط، سرزندگی به سایر اعضای خانواده هم انتقال میکنه که در نتیجه ما یک خانواده شاد و یک خانه شاد را داریم. اما تصور عمومی به این هستش که یک فرد شاد فردی هست که هیچ مشکلی نداره یا شرایط زندگی بر وفق مرادش هست. ببینین، چنین چیزی نه منطقی هست و نه واقع بینانه هست. خب یعنی همیشه نمیشه که کل چیز خوب باشه؟ دقیقا، اصلا منطقی نیست. چرا؟ چون مشکلات بخش جدایی ناپذیر از زندگی هستن. اگر همین مشکلات نباشن، زندگی یک حالت بسیار یک نواختی را میگیره و انسان انگیزه برای تلاش بیشتر را نداره. پس مادر شاد مادری نیست که هیچ مشکلی نداره. شاد زیستن و شاد بودن یک مهارت است. باید آموزش داده شود، باید تکرار شود، تمرین شود که به یک رفتار درونی تبدیل شود. مادر شاد مادری هست که خودش را دوست دارد، قسمی که شما گفتین، از خود غافل نمیشه. به این باور نیست که وظیفه ما قربانی دادن هست. به این باور هستش که اگر من خودم دوست داشته باشم، دیگران هم میتونم دوست داشته باشم. اگر من بتونم از خودم مراقبت کنم، از دیگران هم میتونم مراقبت بکنم. یک مادر شاد از خود اهداف شخصی داره، زندگی را تمام شده نمیبینه. قسمی که شما گفتین، مادر بودن را آخر زندگی یا پایان زندگی نمیدونه، بلکه از زندگی لذت میبره. و مادر شاد کسی است که وقتی طفلش دو سه سامان بازی خوده در خانه تیت میکنه، سرش قهر نمیشه، عصبانی نمیشه، خفه نمیشه. چرا؟
این خانه نیست، موزیم، خانه موزیم نیست که همه چیز دست نخورده باقی بمانه. یعنی توقعم دیگه، خب توقعی بچه‌ها نیست، خود از یک طفل دو ساله آدم چطور توقع کنه که یه چیز دست نزنه؟ دقیقاً. و این کودکی دوباره بر نمیگرده. این مادر به عوض از اینکه خفه شوه و ناراحت شوه، با کودک خود بازی میکنه. چرا؟ چون میخواد همون کودک درون خودش همیشه زنده بمانه. مادر شد مادریه که وقتی یک کودک طرف این مادر چیزی را پرتاب میکنه، به عوض از اینکه خفه شوه بگه چرا پرتاب میکنی؟ دیگه کلان شدی؟ بچه همه طبیبی؟ بچه خاله طبیبی؟ نه نه. به عوض از اون میگه بچه بازی پرتاب کردن را دوست داری؟ بیا با هم یک بازی پرتاب انجام بدیم. اینو پرتاب نکن، گیلاس پرتاب نکن، بیا توپ بازی میکنیم. من توپ طرف تو پرتاب میکنم، تو توپ طرف من پرتاب میکنی. در واقع مادری هست که به خود ارزش قائل هست و همین ارزشمندی که به خود میده. چرا اطفال در سنین کودکی تمامی آموزش ها در اطفال بر پایه تقلید است. شما یک کارتونی رو برای یک طفل برای یک ماه پلی کنین به یک زبان انگلیسی باشه، ببینین چطور خوب یاد میگیره، اما شما او رو به یک کورس انگلیسی بفرستین قدر خوب یاد نمیگیره. تجربه فعلی نمی است که خب کل خانواده مثلا موبایل میتن، آیپد میتن، به طفلا رنگا رو یاد میگیرن، حیوانات نامش رو یاد میگیرن. یعنی بر پایه تقلید هست. و انال اگر یک طفل میبینه که من مادرم سرزنده است، شاد است، فعال است، تلاش میکنه، ناامید نیست، خوشبین است، به آینده باورمند هست، این در حقیقت این رفتارها را طفل از مادر خود الگو میگیره، یاد میگیره و باعث میشه که شما یک طفل شاد و سرزنده ای را به جامعه روان میکنید. بله، خب برخی از مادرها همونطور که خب شما هم گفتین بعد از اینکه مادر میشن، خب کل خوشی و تفریح را ختم میکنن و میگن که ما دیگه وابسته به طفل خودمون هستیم. و آیا به نظرتون این وابستگی خوب است یا نه؟ ببینین، ما یکی دلبستگی داریم، یکی وابستگی داریم. دلبستگی یعنی یک رابطه عاطفی ایمن و سالم. وابستگی مثبت و منفی نداریم. وابستگی همیشه بده، همیشه منفی هست. بعضی وقتا شما دقت کردین وقتی آرایشگاه میرین، یه خانومی محفل میخوای بره، طفل خود آورد آرایشگاه. خیلی ما شما با این موضوعات رو برمیشیم. خب ببینید، محیط آرایشگاه برای یک طفل اصلا عذاب دهنده است، خیلی ناراحت کننده است. دیدین همیشه طفلا در آرایشگاه ناراحت میشن، گریان میکنن چون واقعا حوصله‌شان سر میره. یا که میرن عیادت یک مریض میرن به یک شفاخانه، طفل خود با خود میبرن. اگر ازشان پرسان کنی که مادر نازنین چرا طفل تکت خود آوردی، چی میگه؟ با بسیار احساس خوشحالی میگه که من یک لحظه از طفلم دور بودن نمیتونم و طفلم یک ثانیه از من دور بوده نمیتونه. و متاسفانه همین مادر در بین اعضای خانواده، بین فامیل هم خیلی محبوب است. فلانی رو ببین وظیفه میره، اولاد خود اعلام میره، اما این رو ببین شفاخانه هم که میره طفل خودم میبره. گاهی وقتا عاطفه مادری باعث میشه که ما ناآگاهانه به طفل خود آسیب میزنیم. این چسبندگی نامش وابستگی است. این اصلا خوب نیست، نه برای مادر خوب است، نه برای طفل خوب است. چرا؟ ما به کمیت رابطه دقت میکنیم و کیفیت رابطه کاری نداریم. شما تصور کنین دو مادر را، البته من تمام مادرهای خانه‌دار رو نمیگم، اما یک مادری را که قبلا وظیفه میرفته، وقتی که مادر میشه وظیفه رفتن نمیتونه. یک زمانی است که یک خانم وظیفه رفتن نمیتونه، اما با خود میگه که خب من دو سال وظیفه نمیرم به خاطر از اینکه این دو سال در زندگی کودکم بسیار مهم هست، اما در این دو سال سر خود کار میکنم، خلعهای خود، کمبودهای خود تقویت میکنم و یک شروع دوباره، یک شروع قویتر از قبل، یعنی قویتر از قبل دارم. اما یک مادر دیگه میگه نه، من بدبخت شدم، دیگه مسیر پیشرفت بر من نیست، مادر شدم، من مجبور هستم. این مادر سرشکسته است، افسرده است، ناراحت است. باور بکنید با هیچ وقت حوصله طفلش نداره. هر دفعه طفلش طرفش میایه سرش پرخوش میکنه، جیغ میزنه، داد میزنه، حتی بعضا ناراحت میشه، میشینه گریه میکنه، میگه من مادر بد هستم، چرا ایره زدم، باز به خود عذاب وجدان میتم. حالا مادری رو در نظر بگیرین که وظیفه میره، تا ساعت 4 بجه وظیفه است، 4 بجه می طفل خود از کودکستان میگیره. این مادر از ساعت 4 بجه تا 8 یا 9 بجه شب که طفلش استراحت میکنه، بسیار تایم محدودی را با طفلش داره. اما چون میدانه که من باید برای طفلم وقت بگذارم، که وقت با ارزش ترین چیزی است که شما به کودکتان میتونین بدین،
کیفیت این وقت را در نظر میگیره. در همین وقت کوتاه با طفلش بازی میکنه، با هم رسامی میکنن، با هم فیلم میبینن، با هم بازی میکنن و لذت میبرن. حالا شما دقت کنین، این کیفیت مهمه یا اون کمیته؟ طفل تمام لحظاتی که در کودکستان است منتظر او 3-4 ساعتی هست که با مادرش است، اما این طفل دیگه که در خانه هست و مادرش 24 ساعت هم به او چسبیده، فقط آرزو میکنه که یک مهمانی شود و بتونه که از مادرش یک مقدار فاصله بگیره. خب یک مادر چه کارهایی را میتونه انجام بده که تبدیل به یک مادر شاد شود؟ اولین چیز اینه که شما خودتان را دوست داشته باشید. حالا وقتی میگیم شما خودتان رو دوست داشته باشین، به این معنی است که شما با خوبی‌ها و بدی‌هایتان خودت دوست داشته باشید. شما رو به خاطر خوبی‌هایتان همه دوست دارن، اما بدی‌هایتان را کی دوست داره؟ خودتان. یعنی چی؟ یعنی من من حیث یک انسان در زندگی شخصی، در تربیت کودکم، در همه عرصه‌ها حق اشتباه کردن را دارم. اشتباه نکنم که اصلا نمیتونم موفق شوم، اشتباه نکنم که تجربه حاصل نمی کنم. پس اشتباهاتتان رو بغل کنین، دوست داشته باشین، بدیهایتان رو دوست داشته باشین و اجازه بدین اگر شما خودتان رو با بدیهایتان دوست داشته باشین، دیگران هم شما رو بخواد با بدیهایتان دوست دارن. اونطوری که فقط خوبیهایتان رو ببینن، اگر یک بدی کوچک از شما دیدن، باز روی شما خط بکشن. موضوع دوم، روابطتان رو مدیریت کنین. ما خانم ها یک عادتی داریم درد دل کردن. این درد دل کردنهایتان رو مدیریت کنین. با کی درد دل میکنین؟ شاید خیلی از اعضای نزدیک خانه ما باشن، آدم های منفی بینی باشن. شما با یک آدم منفی بین اگر درد دل بکنین، مشکل شما از یاد شما میره، اما از یاد از اون نمیره. یک ما دو ما بعد مشکل شما حل میشه و شما خیلی خوشحالین و یک در جمعی نشستین و او برتان میگه چرا خوشحال هستی؟ یادت نمیه یعنی توی گپ بود؟ و شما اوجا در خود میخورین چرا برای زیادم گفتم؟ اینال اینه میادم به 10 نفر دیگه گفته و شما بر 10 نفر دیگه باید توضیح بتین. پس روابطتون رو مدیریت کنین، با آدم های مثبت، با آدم های مثبت بین ارتباط داشته باشین. اگر نمیتونین، مثلا یک نفر میگه خب من مادر منفی بینه، برادر و خواهر منفی بینه، نمیشه قطع رابطه کرد، اما درد دل نکنین، از مشکلاتتون پیش از اونا نگوین. شکرگزار باشین، قدرشناس باشین. ما فقط روی لیست نداشته های متمرکز داریم. روزانه 10 دقیقه موبایل خود رو الارم بانین، اما رقم که برای خوردن گولیتان، دوایتان، موبایلتان در الارم است، موبایل خود رو الارم بانین. در یک ساعت خاصی بشینین و فقط برای 10 دقیقه به داشته هایتان فکر کنین. من چه چیزایی دارم؟ من یک پدر خوب دارم، فرزند سالم دارم، ایرا دارم، اورا دارم. وقتی شما به داشتهایتان فکر میکنین، یک احساس بسیار خوشحالی دارین و شکرگزار باشین. شکرگزار به این خاطر که دنیا بر پایه عمل و عکس العمله. انرژی مثبت بتین به کائنات که انرژی مثبت را پس از کائنات بگیرین. ورزش کنین. ورزش کردن به این معنی نیست که من حتما باید برم کلاب، حتما باید یک ترنر داشته باشم، نه. ورزش کردن به این معنی که شما در خانه با طفلتان نیم ساعت ورزش کنین. چقدر لذت میبرن اطفال از اینکه شما در کنارشان ورزش کنین. زمانی که شما ورزش میکنین، تمرین میکنین، ضربان قلب شما تندتر میشه. این باعث میشه که هورمون ادرنالین در بدن شما ترشح میشه و خوشحالی رو در بدن شما به وجود میاره. کتاب بخونین. خانمای نازنین ایر دقت داشته باشین، زیبایی ظاهری چیز بدی نیست، اما یک تناسبی بین زیبایی ذهنی و زیبایی ظاهری باید باشه. یک خانومی را میبینیم خیلی شیک، آراسته، خیلی زیبا میاید در یک جمعی میشینه، تمام توجه ما طرف از این خانوم است که اینال چه گپ میزنه. وقتی که گپ میزنه میبینیم حرفی برای گفتن نداره. بین زیبایی ذهنتان و زیبایی ظاهریتان یک تناسب ایجاد بکنین. کتاب بخونین که هر جایی میرین، نمیگم زیاد صحبت کنین، حرفی برای گفتن داشته باشین. موسیقی بشنوین که بامداد خوش ببینین موسیقی مفتون بیشتر پلی شد، خیلی زیبا بود. موسیقی شاد بشنوین. بودم موسیقی. بله، موسیقی تغذیه روح هست. موسیقی را به سلیقه خودتان هر چیزی که دوست دارین بشنوین و تفریح کنین. تفریح به این معنی نیست که من حتما باید برم خارج از کشور، هزینه کنم، باید برم سفر خارج، نه. تفریح میتونه ریختن یک گلاس چای با دوستتان باشه، دیدن یک فیلم مورد علاقه تان میتونه باشه. و همه اینا در کنار هم باعث میشه که شما یک مادر شاد و سرزنده باشید. تشکر از اینکه با ما همراه بودین در این بخش برنامه. یک مادر شاد باشین و خودتان فراموش نکنین مادرای عزیز. و نادیا جان. خب مریم جان تشکر.
تشکر از خانم زهرا که درباره معلومات داد، واقعا همگی ضرورت دارن. و در بخش بعدی برنامه که بخش درمانگا است، موضوعی را انتخاب کردیم که فعلا هم وطنای ما زیادتر زیادتر رنج میبرن از این قسم دردها، که درد ستون فقرات است، درد گردن است و همچنان درد کمر است. و می خاطر موضوعی را که امروز انتخاب کردیم در مورد می دردها است و راه های درمانش که کدام راه است، صحبت داریم با دکتر صاحب سید عبدالله احمدی، متخصص ارتوپیدی. اگر شما سوال دارین میتونین در این بخش با ما داشته باشین، 8656 در تماس شوین و دکتر صاحب براتون پاسخ خواهد داد. فعلا وقفه. بله، برگشتیم در ادامه برنامه با شما هستیم و در رابطه با درد ستون فقرات، گردن و شانه، گردن و کمر صحبت میکنیم. دکتر صاحب با ما هستن و شما هم سوالاتتون را میتونین با ما شریک بسازین. دکتر سید عبدالله، بسیار خوش آمدین به برنامه، متخصص ارتوپیدی. صبح بخیر. تشکر، سلامت باشین. در قدم نخست سلام خدمت شما و همچنان دستندگان کارهای برنامه شما و یک سلام ویژه خدمت تمام بینندگان عزیز شما تقدیم میکنم. خب دکتر صاحب، در قدم نخست میشه در مورد از این دردها برام معلومات بدین، علت از این دردها بیشتر کدام موضوعات بوده میتونه، چون بیشتر هموطنان ما از این دردها رنج میبرند؟ در کل اگر ما ستون فقرات یک تعریفی کوچک بکنیم، مهره هایی است که از قسمت گردن شروع میشه و تا به نهایت که ما برش کمر میگیم به اوجا ختم میشه. این مهره ها از مهره دوم گردن تا به نهایت مهره کمر، اینا بین خود دستگاه بین الفقری دارن، که این دستگاه است که یکی از وظایف خوب از این سهولت را ایجاد میکنه که مهره ها بالای یکدیگر در حرکت باشن. بر علاوه این مهره ها بالای همدیگر توسط چای کوچک، مفصلای کوچک یا نواحی کوچک با همدیگر وصل میشن، که اینا همگی شرایط را در بعضی موارد بساید میسازن که درد ایجاد شود. مثلا اگر ما یک کار مثال که با او عادت نداریم یا بسیار سنگین است انجام میدیم، یا وضعیتی را برای یک ساعت دو ساعت اختیار میکنیم، یا وظایف را داریم که او وظایف سبب میشه که بالای عضلات ناحیه یا مفصلای کوچک در ناحیه وجود داره، یا ایست که بالای دستگاهی که در بین دو فقره وجود داره بالای از یا فشار وارد کنه و یک تغییر در ساختمان ایجاد شود، طبعا که ما احساس درد کنیم. خب دکتر صاحب، در افغانستان با شرایط زندگی که مردم دارن، کلگی نمیتونن وقتی یک درد جزئی یا یک درد شدید حتی پیدا میشه در ناحیه ستون فقراتشان، کمرشان، گردنشان، پیش دکتر زود رفته نمیتونن، این درد را چطور در خانه اول بتونن که کم بسازن، کنترل کنن همین حالت خود؟ و خب همیشه باوری است که شاید خوب شوم ضرورت نباشه پیش دکتر برم. ما که به یک درد کمر مواجه میشیم، ضرورت نیست که عاجل باید به دکتر مراجعه بکنیم، لیکن در شرایط اختصاصی، ما اولم شرایط اختصاصی را میگم که چون خیلی خطرناک است. ما که به یک درد کمر مواجه هستیم که احساس کرختی، بی‌حسی در پاهای خود میکنیم و ایست که احتمالاً به مشکل مواجه میشیم که نمیتونیم ادرار خود کنترل بکنیم، ای از موارد اختصاصی است که باید ما عاجل آنن به دکتر مراجعه بکنیم. بله. لیکن مواردی که ما یک شخی در کمر پیدا میکنیم در وقت بلند شدن از جای، یا خواب کردن، یا پالو خوردن در جای که احساس درد میکنیم، در ابتدا حداقل برای دو سه روز ضرورت نیست که ما با دکتر مراجعه بکنیم. از متداویای عادی خانگی که شامل توکر گرم باشه یا سرد باشه از یا میشه که استفاده بکنیم. کدامش دکتر صاحب؟ مثلا توکر گرم، مثلا اگر ما آنن به یک مشکل مواجه میشیم، چون التهاب در ناحیه یا گزک در ناحیه وجود داشته باشه و خصوصا عضلات ما یک وضعیت را اختیار میکنیم که آنن دور میخوریم، به یک طرف احساس درد در کمر میکنیم و این نسبتا شدید میباشه، خوبتر است که توکر سرد استفاده کنیم. لیکن در وطن ما شما چون توکر سرد و قدر رواج نیست، از توکر گرم بیشتر استفاده میکنن و اکثرا مفیدم تمام میشه. توکر های گرم سبب میشه که اما قلنجی که در عضلات یا در ناحیه ستون فقرات کمر و شما از گردن هم یاد کردن، یا در ناحیه گردن ما به یک بارگی سر خود به یک طرف دار بتیم، احساس شخی در گردن بکنیم، چند روزی طول میکشه و یک طرف عضلات گردن مثال
قلنجی باقی میمانه یا ساده تر بگیم شخ باقی میمانه، ما میتونیم که با توکر گرم میره به مداوای شروع بکنیم در ابتدا. اگر در چند روزی ببینیم که نه ای به شدت میره، یعنی شدتش بیشتر میشه و آزار میتونم با شما رو، باز مجبور هستیم که به دکتر صاحب مراجعه کنیم و دوا بگیریم. حتی بعضی از دواهای ابتدایی را که ما در خانه در بعضی موارد داریم، مثل اگر نامش هم بگیرم بروفین که معمول است در تمام دنیا و دوای دیگه که یعنی بد استرس است آجل، میشه که ما از او هم استفاده بکنیم، لیکن با مشوره اکثرا دکترای فامیلی خود. حتما ما شما با یک دکتر فامیلی ارتباط داریم که ما به این مشکل مواجه شدیم، اگه دوا استفاده کنم که کدام مشکلی که سابق داشتم با او ضرر نرسانه، طبعا میتونیم که از استفاده کنیم. در صورتی که شدت یافت باز بده. بله، در مورد تابلت هایی که خب برای شل شدن عضلات است، این تابلت ها آیا میتونه به ضرر باشه در تو زمان؟ او را باز باید دکتر صاحبای ستون فقرات یا بیشتر بگیم دکتر صاحبای ارتوپدی باید تصمیم بگیرن، چون این مشکلات بیشتر نزد بزرگسالها اتفاق میفته و اگر نزد جوانا باشه با مو توکر اکثرا رفع میشه. بزرگسالا اگر امراض متممی دیگه در پولیزی داشته باشه، باز طبعا که در بعضی موارد تو تابلت ها مضر تمام میشه که نباید ما خود سرانه بریم از تابلت ها استفاده کنیم، چون مقدار از اون متفاوت است و دکتر صاحبای ستون فقرات او رو تصمیم میگیرن که به کدام مقدار باید به مریض تجویز بکنن. خب دوستا، اگر شما هم کدام سوال دارید میتونید به برنامه تماس بگیرید. شما تماس برنامه 8656 است، راه ارتباط که با دکتر صاحب میتونید سوالتان در میان بگذارید. خب دکتر صاحب، بعضی ها میگن امید دردهایی که برشان رخ میده از امو نیازهای اولیه که استفاده میکنن، یکیش چرب کردن و مساج دادن خود گردن یا کمر میباشه و بعض اوقات این مضر واقع میشه. چقدر میتونه مساج دادن راه حل باشه و چقدر میتونه مضر باشه؟ سوال بسیار خوبی رو مطرح ساختین ندیا جان. ما وقتی که یک مشکل در ستون فقرات، چی در ناحیه کمر، چی در ناحیه گردن یا در ناحیه قفس سینه خود یا صدری، اگر برش بگیم در ستون فقرات در ناحیه صدری اگر مواجه میشیم، راستی هم بعضی حرکات است که مضر تمام میشه. دکتر صاحب صحبت را تکمیل میکنیم. سمیرا جان پشت خط هستن. سلام سمیرا جان، میتونی سوالات شریک بسازی با ما. سلام مریم جان، امید خوب باشین. سلام نوتیه جان و دکتر صاحب. من میخواستم از دکتر صاحب یک سوال کنم که امی یک چند مدت تقریبا یک سال میشه که من از کمپیوتر استفاده میکنم و بنابر از این که سر دکرم استخوان پشتشم سکیل فقرم بیرون برامدگی پیدا کرده و از اوقات درد رو میداشته باشه، آیا ای کنم تدایی داره که دوباره نمی افتغان پشت گردن که ستون فقرات است جور شده راست شده و یا می بعدش کاهش پیدا کنم؟ سوالی ندارید دکتر؟ بخیر، من گرفتم سوال. تشکر. تشکر سمیرا جان. یک مشکل دیگه که حال بعد از این تکنولوژی جدید با رامدا، خصوصا نزد کسایی که بیشتر از تلفن استفاده میکنن، همیش گردن خود خم میگیرن و دوستایی که از کامپیوتر استفاده میکنن، متاسفانه که این مشکل سبب شده که یک تغییر در وضعیت ستون فقرات ناحیه گردن به وجود بیاد که سبب افزایش درد و همچنان شخی در عضلات ناحیه هم با او خوب پیمانده. این خواهر گفت که ما حال یک برآمدگی در ستون فقرات ناحیه گردن، ما تقریبا آخرین مطالعه ای که کرده بودم در این مورد تقریبا پیش دختر خانم های 16 تا 18 ساله را یک چند کیس را یا چند مریض را به تعریف گرفته بودن که اونا بیشتر از تلفن استفاده کرده بودن و تغییر در ناحیه ستون فقرات گردن به وجود آمده بود. دلیل از اینکه چرا این به وجود میاد، ما به هر اندازه که سر خود پایین گرفته میریم، وزن امی سر ما بالای ستون فقرات ناحیه گردن افزود شده میره. ما اگه طور راحت راست میشینیم این وزن کم میباشه و به هر اندازه که پایین کده بریم این وزن اضافه شده میره. همی سبب میشه که یک تغییر در ناحیه ستون فقرات گردن به وجود بیاد و سبب درد شوه. ما به جواب سوالی خواهر میگم، اینا هر جایی که زندگی میکنن باید یا عاجل به دکتر صاحبای ارتوپدی مراجعه بکنن تا یک عکس از ستون فقرات ناحیه گردن از اینا بگیرن و ببینن که با کدام زاویه تغییر به وجود آمده. تداوی داره؟ بله، اگر ما مطمئن هستیم که زاویه خرد است و این بعضی از مثال تداوی های محافظوی است بدون دوا، کوره بر از اینا توصیه میکنن و زود خوب بشه. بله. خب تماس داریم خدیجه جان از مزار شریف با ما تماس هستن. سلام صبحت بخیر خدیجه جان. سلام، تشکر، بفرمایید سوالتان رو به دکتر صاحب بگویید.
با وقت ولادت از ما آسیب دیده دکتر زربا سخته ده ما ویتامین دادن دوا دادن هیچ فایده نکرد اگر ما کدام سپورت کنم کدام کی داره دا ما یک مرمود میدادن سوال دارین دکتر زربا؟ نه خیر ما گرفت تشکر خدیجه جان بفرمایید دیروز ما یک مریض در کلینیک شخصی خود از این تیپ مریض داشتم کنم در ولادت به این مشکل مواجه شده بودن بر از اینا در مزار شریف زندگی میکنن با وجود فضل خدا دکتر سبای خیلی خوبی ارتوپیدی و یک پروفیسور ستون فقرات رحمانی سبوجا عرضه خدمات سی میکنن که با اونا مراجعه بکنن تا دیده شود که در کدام سرحد تخریب وجود داره در ابتدا تداوی از اینا محافظوی است یعنی استفاده از بعضی چرا خم بگیم زین بگیم یا دوشکای است که زو باید استفاده بکنند که بسیار نرم است و که این تخریش بیشتر نشه و در صورتی که یا این قدم های تداوی را گرفته باشند اگر موفق نبوده باشه تداوی باز دهوجا یک زرق بگویم یک پیچکاری میشه که امو عصب ناحیه که با مشکل مواجه است و تخریش میشه سبب انتقال آخذه درد میشه او را بلاک میکنن و ما مطمئن هستم که با ما خوب میشه خب روی سوال خود ما میگیم دکتر صاحب ماساژ دادن گفتم چقدر مضر است و چقدر میتونه مفید واقع شه و ماساژ دادن شما ببینید اگر حرکاتی که ما با او بلد نباشیم یک عضله مثال در گردن ما است یا در ستون فقرات ما است او به یک مساژ یا به یک حرکت ضرورت دارد اگر ما خلاف جهت از او را انجام بدیم به این معناست که او را دیگه هم به مشکل مواجه میسازیم یا او را صدمه برش وارد میسازیم که سبب افزایش درد میشه به اون نسبت بسیار تلاش صورت میگیره که بعد از اینکه تشخیص دقیق صورت گرفت بازی را به دکتر سبای احیای مجدد که برش فیزیوتراپی هم میگن بر از اونا روان میکنن و اونا بنابر تشخیص دکتر و مویافته های خودشان تصمیم میگیرن که کدام نوع مساژ و کدام نوع حرکات برای مریض تجویز بکنن این که ما در خانه اگر حرکات را انجام بدیم بعضی کسا میگه که من گردنم درد میکرد به یک چیزی بند کردم خود کشار کردم متاسفانه در بعضی موارد بسیار مضر تمام میشه و ایست که کمرشان درد میکنه یک دو تا طفل یا یک کلان سال سر کمر خود بالا میکنن که باش که لغت بکنه که حتما کدام جایی که یک مشکل است این رفع شود که بسیار مضر تمام میشه داریم خانم جانان از مزار شریف تماس گرفته صبحتان بخیر میتونین سوالتان رو بپرسین سلام علیکم خوب هستین سرطان خوب دکتر سر خوب هستین تشکر بفرمایید ببخشید من یک سال پیش رفته بودم پیش دهندستان رفته بودم گفت موری کمرت دو موری کمرت بلند آمده من تا در طرف شب میشه زیاد پایان خواه میره دیگه در وقت کار کردن یا ایستاد شدن بسیار زیاد پایان بیس میشه شبانه خود تا تقریبا دو ساعت بود حالا این ساعت مثلا دو ساعت سه ساعت خواه نرم در قدم زدن چطور هستن؟ در حرکات؟ در حرکات دکتر صاحب خوب است وقتی که اول که می خیزم و در وقتی که می خواهیم را بکردم یک همه که احساس خستگی می کنم باید که زیاد گشتم روزانه خرچی بکردم و قدر فامیدنم می شم من تا شب که در می جایی که خواب کنم دیگه مجبور استم دو ساعت باید لپای مشور بتم بخیزم که در گشت روی خانه بگردم یا مثلا زیر او یخ بیرون پایین خب تشکر من سوالشان گرفتم بهترین تداوی برزی مادر انجام حرکات است که امو دکتر سبایی که در هند برای زینا تشخیص گذاشتن یا با امو نزدیکترین دکتر سب در مزار شریف که پیشترم یادآور شدم که یک پروفیسور ستون فقرات دوجا هستن در مزار شریف دکتر سب سهراب رحمانی و دکتر خیر لایق هستند چون مو سنفی است ما یک جایی از پانتون اوساکا ژاپن پی اچ دی خود گرفتیم یعنی میفهمم که دانش مسلکی از او فوق العاده است با اونا مراجعه بکنن من مطمئن هستم که راه خوبی رو برای اینا نشان بدن و فعلا هم اگر ساده تر بگیم سر وقت است که اینا مراجعه بکنن تا از تمریناتی که برای زیاد تجویز میشه از او استفاده بکنن با تمرینات خوب رفع میشه به خاطر اینکه یک چیزی که اینا گفتن که ما در راه گشتن با مشکل مواجه نیستیم در روز هر چی بگردم مشکل نداریم این به این معناست که نخای شبکی یا عصبی که در ناحیه وجود داره تحت فشار نیست یعنی مشکلات در خود مهره های ستون فقرات است هم رقمی که دکتر سبای هند بهشان تشخیص گذاشتن گفتن بالا رفته یا شیشته یا بو تشخیص های عادی است که ما سر زبانی برای کس میگیم ایره دکتر سب بیده برشان تمرینات توصیه میکنند من مطمئن هستم که خوب میشه
بسیار تشکر دکتر سیف. خوش آمدید به برنامه. خب دوستای عزیز، در بخش سرخط با مریم جان باشید و فعلا میریم به طرف یک وقفه کوتاه. برگشتیم در ادامه برنامه. دوستان شما هم میتونید در رابطه با موضوع برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون رو با ما شریک بسازین. موضوع امروز تأخیر در بازسازی شاهراها است در کشور، که شماری از رانندگان شاهراهای کابل، کندهار و سالنگ از هزینه شخصی خود بازسازی کردن این مسیرها را. آقای اشرف حقشناس مهمان ما هستند در این بخش برنامه، معاون سخنگوی وزارت فواید عامه. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین به برنامه. تشکر، صبح شما، صبح همکارا و صبح همه هموطنان عزیز ما بخیر. بله حتما، در جریان هستین که تعدادی از رانندگان با هزینه شخصی خود بازسازی کردن این مسیرها را. چرا این شاهراه خراب شدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت فواید عامه یکی از وزارت‌های سکتوری افغانستان است که مسئولیتش اعمار و ساختمان شاهراها، سرک‌ها و پل‌ها و پلچک‌ها در سراسر افغانستان میباشد. حفظ مراقبتش نه تنها که وظیفه ماست، در قسمت حفظ مراقبت وجیبه تمام شهروندان افغانستان است که با ما در قسمت همکاری بکنه. خوشبختانه ما در روزهای نزدیک پروژه بسیار خوبی رفت تا بهره‌برداری سپردیم که ما می‌خوایم از پروژه یادآوری کنیم و بعداً بیایم سر تخریب شاهراها و سرک‌ها. پروژه‌ای را که ما در روزهای نزدیک در سفر اخیر وزیر فواید عامه و ولایت قندهار افتتاح کردیم، سرک قندهار سپین بلدک بود. یکی از پروژه‌های مهم، یکی از پروژه‌های کلیدی است که مطابق دیدگاه حکومت افغانستان و دیدگاه شخص جلالت مآب رئیس جمهور، که چطور ما می‌توانیم افغانستان به عنوان چهارراه ترانزیت منطقوی تبدیل بکنیم، که در قسمت انتقالات اموال تجارتی، انتقالات اموالی که ما در افغانستان داریم به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه صادر می‌کنیم، نقش مهم و اساسی دارد. یکی از این پروژه سرک قندهار سپین بلدک بود که 40 کیلومتر طول داشت. خوشبختانه قسمت اول از این کارش تکمیل شده بود، افتتاح و بهره‌برداری سپرده شد. قسمت دومش هم کارش جریان داره که انشاءالله به زودی در ماه آینده تو کار ازی هم تکمیل میشه. پروژه دوم یک بولت قندهار افتتاح شد. یک از پروژه‌های دیگری بود که قسمت از سرک شوروبک سپین بلدک بود، 23 کیلومتر طول داشت، که پروژه هم تکمیل شد و بهره‌برداری سپرده شد. همچنان یکی از پروژه‌های دیگه ما بولت کاپیسا داشتیم، سرک دانش پل مغان بود. این پروژه هم یکی از پروژه‌های مهم بود که هموطنان عزیز ما مشکلات زیاد در این قسمت داشتن، کارش تکمیل شد و برداری سپرده شد. همچنان پروژه دیگری که ما کارش آغاز کردیم، سرک میل 78 ولایت فرا بود که قسمت باقی ماندهش بود. یکی از پروژه دیگری است که ولایت فرا را به شهر و کشور ایران وصل میکنه، که ما بتونیم در قسمت انتقالات اموال تجارتی دو ستون میان هر دو کشور است نقش مهم داشته باشه. و این سرک هم کارش آغاز شده که ان شاء الله تکمیل میشه در سال آینده. بله، و با اینکه خب پول زیادی هزینه شده در این شاهراهی که خب فعلا ما روش صحبت میکنیم، چرا خراب شدن شاهراها؟ دقیقاً سوال بسیار خوبی را اشاره کردین. چرا سرک ها و شاهراها تخریب میشه؟ چند عامل است که سرک ها تخریب میشه. عامل اساسی در بعضی ولایات افغانستان مثل شاهراه کابل قندهار، بر علاوه از اینکه تردد وسایط سنگین وزن که اضافه بار میکنن، ماین های کنار جاده یک توسط مخالفین مصالح نظام گذاشته شده، این سرک ها و جاده ها تخریب شده. ما یک قسمت سرک ها و جاده ها را دوباره ترمیم کردیم. قسمت هایی که باقی مانده شامل پلان وزارت فواید عامه است که انشاءالله به زودی ایام ترمیم میشه. شاهراه کابل قندهار نه تنها که یک شاهراه مهم و استراتژیک است که چند ولایت افغانستان را وصل میکنه، بنادری که در ولایتی که در این مسیر موجود است با مرکز به این ولایت وصل میکنه، که نقش مهم داره. خوشبختانه خب شما از موضوع امنیتی گفتین، خب موضوع امنیتی را کنار میگذاریم، در مورد وزن موتورا گفتین که خب اضافه بار میکنن، چرا وزن موتورا کنترل نمیشه؟ دقیقاً میایم به ما برای سال امسال ما را پلان کردیم که مراحل تکنیکی شاهراه کابل قندهار رو تکمیل بکنیم، که انشاءالله در سال بعدی ترمیم اساسی شاهراه آغاز میشه. وسایطی که عبور میکنه در سالهای گذشته متاسفانه بنا بر هر دلایلی بوده که وسایط اضافه بار داشتن، یا ای که تمام وسایطی که بار انتقال میدن اینا دبلکاری میکنن. مثلا یک واسطه کمپانی مولد یا کمپانی که واسطه را تولید کرده 32 تن برش در نظر گرفته یا 48 تن برش در نظر گرفته، متاسفانه اینا را بار میکنن 60 تن یا بیشتر از 60 تن، و باعث از این میشه که سرک ها تخریب میشه. ما اقدامات اخیری که در این قسمت انجام دادیم، مقرره که از طرف جلالت مآب رئیس جمهور تفویض شده نافذ است و فعلا عملی میشه در تمام ترازوهای افغانستان، که ترازوهایی که مربوط وزارت فواید عامه میشه، اینا چک کنترل خود دارن فعلا. یعنی برنامه در حال عملی شدن است. در حال عملی شدن است و تمام
تمام افرادی که در ترازوها در گذشته بودند و این افراد اتهام فساد علیه اینا بود، تمامشان توسط یک حکم و ای که تشکیل وزارت فواید عامه تغییر کرد، اینا از وظایفشان برکنار شده. وزارت فواید عامه پلان داره تا افراد متخصص مسلکی را در قسمت کنترل ترازوها به کار بگماره. بله، و برای که خب دوباره شاهراه تخریب نشه، شما گفتین که کارش قرار است به‌زودی شروع شه و کار بازسازیش، برای اینکه دوباره تخریب نشه چی کار میکنین؟ ما برای که تخریب نشه، اولی که ما شامل تمام سرکا و جاده‌ای که تخریب شده شامل پلان وزارت فواید عامه است که یا دوباره ترمیم شه. بر علاوه که ما فعلا سرکا و جاده‌ای داریم که نزدیک به 2000 کیلومتر سرک عملا ما تحت کار داریم در تمام ولایت افغانستان. پلان کردیم که ما تمام ترازوهایی که در مناطق داریم در همین شهرهای افغانستان است، این ترازوها هم از مرکز دیگه کنترل شوه، کمرای سکیوریتی دیگه نصب میشه که ما بتونیم از خود مرکز تا وسایط کوبر میکنه کنترل بکنیم که نگذاریم دیگه کسایی که در ترازو هستن بنابر امو ما بین خود که یا به بین کارمند ترازو یا واسطه رانده که هر مواردی بوده باشه بتونیم از اینجا کنترل بکنیم و این موارد چک شوه. کیفیت کار هم آیا نظارت میشه ازش؟ دقیقاً تمام پروژه وزارت تفاوید عامه که در حال جریان هستن مراقبت کنند، مناطق ناامن دقیقاً مراقبت کننده وزارت تفاوید عامه هست اونجا که از اینا از کار پروژه کنترل میکنه. ما در طی چند روز اخیر شماری از هموطنان ما در ولایت میدان وردگ، ولایت خوست، اینا اقدام کردن که خودشان دست به کار شدن و بعد بعضی شهرها و سرکا را اینا پاکوری کردن یا ترمیم کردن. ما از کار از اینا استقبال میکنیم و از تمام هموطنان عزیز ما میخواهیم، چون سرک سرمایه ملی، سرک به خاطر هموطنان عزیز ما ایمار ساختمان میشه، بنان از اینا خواهش میکنیم که در قسمت حفظ مراقبتش با ما همکار باشه ما تا بتونیم سرمایه ملی را حفظ کنیم. بله، تشکر از اینکه با ما همراه بودین در این بخش برنامه. سلامت باشین. از شما هم تشکر. بخیر. بله، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهی شما و میتونین که تکرار برنامه را شب بیننده باشین و همچنان از طریق اپ دریا هم بامداد خوش را میتونین بیننده باشین. منتظر نظریات و پیام های شما هستیم. موضوعاتی را که شما فکر میکنین ما در برنامه جا بتیم بر ما پیام بگذارین تا بتونیم روی موضوعات پیشنهادی شما هم صحبت داشته باشیم در برنامه. پروتکل های بهداشتی را هم رعایت کنین. کرونا یادتان نره. خداحافظتان.